زمانی که من ازدواج میکنم، اگر که ما من و تو مشکل با هم نداریم، لب کلامی، نازنی یا نامردی بین ما نیست، ناامنی بین ما نیست، توافق و تفاهم بین ما هست، برای اینکه بعضی وقتا یکی زرنگی میکنه، بعضی وقتا یکی با زرنگی اون یکی رو بدکار میکنه، به اسم اون یکی بدکار بشه، اگه این چیزا این سفسطه بازی ها و این مغلطه بازی ها نیست و من و تو میخواییم ما بشیم، اصلا ازدواج یعنی ما شدن، من که نیست، باید ما بشیم، اگر نه چرا ازدواج میکنید؟ اگه میخواین من باشین هم سینگل بمونین، خیلی به نفعتونه، برای اینکه زندگیتون به هم میرزه، حال روز اتفاقا موفقیت فرد اگر کالای ازدواج نیست خیلی بیشتر به هم میرزه، موفق نمیشه. زمانی که ما میشیم باید اصلا پنهان نباشه، یعنی من هیچ سیوینگ پنهانی نباید داشته باشم، در صورتی که توافق بین هم داریم ما، و اگر دارم سیو میکنم همسرم میدونه، حالا چه زنم میدونه چه مردم میدونه. اگر میخوام به خانوادم کمک کنم حتما تا اون قرش و قرم و ریال و بود هر پنس آخرم و همسرم باید بدونه. حق ندارم پنهانی من چیزی برای کسی بفرستم. هر کاری که میکنم باید در اختیار همدیگه، در کنار همدیگه باشه. اگر احیانا یه پارت ممکنه خصیصه، بیماری خصیصی داره، کمکش کنم این بیماری خصیصی رو یا از طریق حرفه یا خودش یا هر طریقی این خصیصیش از بین بره که باعث اختلاف بین ما نشه. ولی قرن 21مه، داریم با هم کار میکنیم، با هم هم تقسیم میکنیم، اینو این تو میدی، این قسط تو میدی، این قسط من میدم، باقی مانده شو در کنار هم داریم فکر میکنیم که چجوری میتونیم به یه درد بهتریمون بزنیم. ماییم، اصلا من نباید باشه. اگر من توی رابطه بیاد وسط، کار اون رابطه تمومه، حتما مطمئن باشی زرنگوزی در نیاریم. ناامنیم، یادمون باشه ما مخصوصا زن ایرانی ناامنه. زن ایرانی مثل اینجا نیستش که خونه بهش بدن، بنفیت بهش بدن، استقلال داشته باشه. و بعد خیلی وقتا من کیس دارم، آقا خیلی و ملتی میلیونره، با خانمش که صحبت میکنم میگه هیچی به اسم من نیست. با آقا که صحبت میکنم خیلی هم روشن فکرانه صحبت میکنه، ولی چرا تو هنوز هیچی به اسم زنت نکردی؟ وی هنوز اون حس مردسالاری رو میخواد، در ساعتی که بسیار مرد روشنفکریه، ولی دیپدان هنوز متوجه نیست که در این قسمت چقدر هنوز مردسالاره، یه جورایی هنوز میخواد زن تحت کنترل خودش باشه. با این همه مالی که تو داری حداقل یکیش به اسم زنت باشه، چون قانون شرعم که میشه یک هشتم. و اینا اختلاف میاره، اینا طلاق عاطفی میاره، اینا سردی میاره توی زندگی. اینجا نه، اینجا نصف نصف، به بچه که چیزی نمیرسه، اول به همسر، اولویت پدر مادرم. اینو من درک میکنم. بعد بعضی وقتا آقایون زرنگی میکنن رو خانوما که ایسو آنفر، بعضی وقتا خانوم زرنگی میکنه، یواشکی از آقا میگیره، مال خودش هم جمع میکنه، بعد میره یواشکی به اسم خواهر یا برادر، حالا یا خانم یا آقا، یه خونه ای میرن اونجا میخرن. بعد من کی، من کجا، مال من نیست، مال برادرمه، مال خواهرمه، مال مادرمه. Come on, how can you do that? چطور تو میتونی بگی من یار تو هم؟ اگر تو اینجوری رفتی در پنهان من، رفتی خانه خریدی بدون اینکه به من بگی، بعد زرنگتر هم هستی به اسم دیگری کردی، پس تو یار نیستی که. آیا ناامنی؟ آیا به من ناامنی؟ آیا به من اعتماد نداری؟ آیا اصلا فکر میکنی کالای ازدواج هنوز هستی؟ اینا آیه هایی که منی که این کارو میکنم بعد از خودم سوال کنم، چرا دارم پنهانی کار میکنم؟ دیدیم بعضی از خانوما اصلا کارم نمیکنه، پولا رو جمع میکنه، بنفیتشو میگیره، پول اینو میگیره، اینو میگیره، حریصه. این حریص بودن ناامنی مشکلی که زن شرقی هست، برای اینکه یک هشتم بهش میرسه، بچه‌ها هم فردا ممکنه هیچی هم بهش ندن. میفهمیم، ولی نه الان، نه الان توی غربت که اومدیم، حالا این برای آبا امنیت و مالی به ما داده شده. این کانسپت یه مرجه، کانسپت یه ازدواج اصولیه که من و تو ما این با هم، هیچی پنهان نداریم، هر چی در اختیار همدیگه است.